به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. ستاد انتخابات صدا و سیما به نامزدها هشدار داد که درباره وضعیت کشور سیاه نمایی نکنند. مولوی عبدالحمید خواستار تجدید نظر در حکم اعدام محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت شد. به دنبال حملات توپخانه سنگین اسرائیل به دو اردوگاه در غزه، شهردار ناصرات کشته شد. سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره ایالات متحده 24 جولای برگزار خواهد شد. دو شهروند در تبریز به دلیل اجرای رپ اعتراضی راهی زندان شدند. شرکت آمبولانس خصوصی که علی پروین و چند تن از ورزشکاران پیشکسوت را از ورزشگاه خارج کرده بود، پلم شد. و خزانه جواهرات ملی بعد از حدود 4 سال تعطیلی بار دیگر برای بازدید عموم باز می شود. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 7 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 18 ماه سال 1403 خورشیدی. ستاد انتخابات صدا و سیما به نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور سیاه نمایی کنند، مانع پخش آن خواهد شد. این ستاد با اعلام ضوابط تبلیغات نامزدها در صدا و سیما که عصر روز پنجشنبه منتشر کرد، در یکی از بندهای آن آورده است که برنامه‌های تولیدی و زنده نامزدها نباید مشتمل باشد بر تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی و بیان هر گونه مطلبی که موجب یأس، ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود. خودداری از ایجاد تشکیک و تردید در سلامت و امنیت و قانونمندی انتخابات و مجریان و ناظران آن، بیان اظهارات و برنامه‌های مغایر با اتحاد و همبستگی منافع و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور و بیان آمار خلاف واقع و جعل اطلاعات درباره مسائل کشور از دیگر مواردی است که نامزدها در این اطلاعیه از بکار بردن آنها در برنامه‌های تبلیغاتی خود منع شدند. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه 18 خرداد خود از صدور و تایید حکم اعدام و 16 سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد روحانی معترض کرد اهل سنت در دیوان عالی کشور ابراز تأسف کرد و خواستار تجدید نظر در این حکم شد. مولوی عبدالحمید از خضرنژاد به عنوان یکی از علمای شاخص اهل سنت کردستان و عالم وارسته نام برد. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه امروز خود با اشاره به ثبت نام و نامزدی تعداد زیادی از مقامات برای انتخابات ریاست جمهوری پرسید آیا آنان از وضعیت کشور و مردم ایران اطلاع دارند و برنامه‌ای برای حل مشکلات دارند؟ وی از فساد مالی و اقتصادی به عنوان بزرگترین بحران‌های موجود در کشور نام برد و گفت در تاریخ ایران چنین مشکلاتی سابقه نداشته است. مولوی عبدالحمید با بیان اینکه دولت 13 و دولت‌های قبل با وجود وعده‌ها در زمان انتخابات نتوانستند مشکل تورم را حل کنند، تاکید کرد که خودکشی در ایران به دلیل فقر افزایش یافته است. اسماعیل زهی در بخش دیگری از صحبت‌های روز 18 خرداد خود با اشاره به اینکه اکثریت غریب به اتفاق مردم مشکل دارند و آزادی بیان و قلم می‌خواهند، گفت که مردم ناامید هستند و معتقدند کاری از دست دولت‌ها برنمی‌آید. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 17 خرداد با اشاره به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت ایالات متحده به همکاری با متحدان خود برای دستیابی به راه حلی در قبال تهران ادامه می‌دهد.
در همین حال رویترز میگوید که بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل جزئیات موارد نقض توافق هسته‌ای موسوم به برجام از سوی جمهوری اسلامی را تشریح کردند. ماتیو میلر در پاسخ به پرسشی در خصوص بیانیه روسیه، چین و ایران و درخواست آنها از کشورهای غربی برای احیای برجام گفت: ما همچنان نسبت به برنامه هسته‌ای ایران نگرانی جدی داریم و این نگرانی را در رأی به قطعنامه روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی هسته‌ای اعلام کردیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: شاهدیم که حکومت ایران همچنان به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت بالا ادامه می‌دهد که هیچ هدف غیر نظامی معتبری برای آن وجود ندارد. اظهار نظرها درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی روزهای شنبه همچنان ادامه دارد. معاون پارلمانی دولت اعلام کرد: با توجه به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر رأی مجلس است. مصطفی میرسلیم گفت: به جای افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، همه مردم باید اضافه کار داشته باشند. محمود حسینی پور، معاون پارلمانی ریاست جمهوری، امروز جمعه به خبرگزاری دانشجو گفت: مجلس شورای اسلامی این هفته تعطیل است و برای همین باید منتظر ماند و دید بعد از مخالفت شورای عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه اتفاقی می افتد و مجلس چه تصمیمی می گیرد. او گفت: در یک هفته اخیر اتفاق جدیدی رخ نداده و نظر دولت درباره تعطیلات هفتگی همان نظر سابق است. اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 12 خرداد ماه با مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تعطیلی شنبه ها موافقت نکردند. منابع آگاه میگویند که ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد بنادر اروپایی میشوند. آنها به این منظور از هویت جعلی دریانوردان در کشتی ها و نفتکش های ایرانی استفاده میکنند. این منابع مطلع که به دلایل امنیتی هویتشان اعلام نشده با یک نهاد امنیتی در خاورمیانه مرتبط هستند. به گفته آنان، عوامل سپاه پاسداران بدون افشای هویت واقعی خود حضوری مسلحانه در بندرهای اروپایی مانند کنستانتا در رومانی، والنسیا در اسپانیا، راونا در ایتالیا و آنتورپ در بلژیک دارند. بر اساس اطلاعات رسیده از این منابع، نیروهای سپاه پاسداران احتمالاً از این روش برای جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی در اروپا و در این حال دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند. بنا به یک گزارش تحقیقی، حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین افزایشی بی‌سابقه یافته است. این کمک‌ها در ازای تلاش مسکو برای جلب حمایت جهانی از جمهوری اسلامی و دادن تسلیحات به آن در صورت حمله احتمالی اسرائیل است. در پایان ماه می، مردی ناشناس از روسیه ویدیویی را در فضای مجازی منتشر کرد که در آن یک هواپیمای بدون سرنشین سقوط کرده و او ادعا کرده که این پهپاد متعلق به اوکراین است که موشک هم می کند. اما این یک پهپاد مهاجر 6 ساخت ایران و مجهز به بمب‌های گلاید بود. جولیان روبکه، مسئول سیاست امنیتی، در رابطه با این ویدیو هشدار می‌دهد که حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه به سطح جدیدی رسیده است. سایت شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که تهران این پهپادها را همراه با پهپادهای شاهد که ارزان‌تر و کندتر هستند، گلوله‌های توپخانه و احتمالاً موشک‌های بالستیک در اختیار مسکو می‌گذارد. به گفته ناظران، این تسلیحات در ازای حمایت بین‌المللی روسیه و ارائه تسلیحات بسیار پیشرفته‌تر روسی به ایران تحویل داده می‌شوند تا جمهوری اسلامی بتواند با آنها در برابر حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا از خود محافظت کند. بیران کنه هشمان در این لحظه توجه شما را به پایم های بازرگانی جمع کنید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی،
818-999-99-99. معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. دو مقام آمریکایی و یک مقام اسرائیلی که نامشان فاش نشده به پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس گفتند که با توجه به بالا گرفتن دوباره تنش میان اسرائیل و نیروهای حزب الله مورد حمایت ایران در امتداد مرز با لبنان، آمریکا به اسرائیل درباره مداخله ایران هشدار داده است. طبق این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت بایدن در هفته‌های اخیر به مقامات اسرائیلی هشدار داده و گفته است که یک جنگ محدود در لبنان ممکن است ایران را مجبور به مداخله مستقیم در نبرد کند. آکسیوس نوشت ایالات متحده و فرانسه در تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک جهت کاهش تنش در مرز اسرائیل و لبنان هستند، اما هنوز در این زمینه پیشرفتی نداشتند. در آغاز هشتمین ماه از جنگ در نوار غزه، منابع فلسطینی بامداد جمعه 18 خرداد ماه از حملات سنگین توپخانه اسرائیل به اردوگاه البریش و کشته شدن شهردار منطقه نصیرات خبر دادند. به گزارش منابع فلسطینی، عملیات زمینی ارتش اسرائیل در البریج در بخش شرقی این اردوگاه متمرکز شده است. ارتش اسرائیل چهارشنبه خبر دور تازه‌ای از عملیات نیروهای خود در البریج و دیر البلح در بخش میانی نوار غزه را تایید کرد و آن را ادامه مبارزه با اعضای مسلح حماس نامید. دفتر اطلاع رسانی گروه افراطی حماس اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل در شامگاه پنجشنبه به یک ساختمان وابسته به شهرداری نصیرات، اياد المغاری شهردار این شهر و پسرش کشته شدند. روسیه و چین، دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه اختلافات خود را با پیشنویس قطعنامه ایالات متحده برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشنویس این قطعنامه از طرح 3 مرحله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا استقبال می‌کند و آن را برای اسرائیل قابل پذیرش خوانده است. دیپلمات‌ها گفتند که الجزایر تنها عضو عرب شورای امنیت اعلام کرده که آماده حمایت از متن این قطعنامه نیست. جو بایدن روز 11 خرداد ماه از پیشنهاد جدید و چند مرحله‌ای برای پایان جنگ در غزه خبر داد و آن را ابتکار اسرائیل توصیف کرد و گفت که در صورت به نتیجه رسیدن این توافق، اسرائیل می‌تواند بخشی از شبکه امنیتی منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای ایران باشد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی در پارلمان فرانسه ضمن اظهار خوشبینی از برگزاری نشست صلح سوئیس برای پایان منصفانه جنگ نسبت به خطر بازگشت اروپا به دوران نازیسم در پی فعالیت‌های روسیه هشدار داد.
ولادیمیر زلنسکی روز جمعه ابراز امیدواری کرد که نشست صلح به میزبانی سوئیس در ادامه ماه میلادی جاری به پایان جنگ روسیه در اوکراین سرعت ببخشد. اشاره زلنسکی به کنفرانسی است که قرار است روزهای 26 و 27 خرداد ماه در شهر لوسرن در سوئیس برگزار شود، کنفرانسی که 100 کشور عضو سازمان ملل از آن حمایت کردند. با این حال روسیه کنفرانس سوئیس را یک سرگرمی بیهوده خوانده که به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. به گفته زلنسکی ادامه جنگ روسیه این ظرفیت را دارد که نازیسم را به اروپا برگرداند، شهرهای اروپا به طور کامل ویران شود و روستاها بسوزند و اخراج انسانها و نفرت دوباره در این قاره سر برآورد. ولادیمیر زلنسکی همچنین گفت با وجود پیشرفت روسها در جبهه‌های جنگ در اوکراین، پیروزی برای کشورش هنوز در دسترس است. مقامات حکومت کوبا روز پنجشنبه اعلام کردند که یک فروند زیردریایی هسته‌ای روسیه هفته آینده به هاوانا می‌رود. به گفته وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا، زیردریایی هسته‌ای کازان در این سفر هیچ محموله سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، اما این زیردریایی را سه کشتی نیروی دریایی روسیه شامل ناوچه موشکی آدمیرال گورشکوف، یک فروند نفتکش و یک کشتی یدک‌کش نجات همراهی می‌کند. این اطلاعیه می‌گوید که زیردریایی و کشتی‌های روسیه از تاریخ 12 تا 17 جون در بندر هاوانا پهلو خواهند گرفت. اقدام نامعمول روسیه در اعزام زیردریایی اتمی خود به کوبا که در مجاورت ایالات متحده قرار دارد، در بهبوهای تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن بر سر جنگ اوکراین صورت می‌گیرد. ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور 5 موشک و 48 پهپاد از 53 پهپاد روسیه را سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حملات روسیه پنجشنبه شب 17 خرداد ماه به 9 منطقه در اوکراین انجام شد. این حملات در کیف باعث آتش سوزی در یکی از تأسیسات صنعتی شد. فرماندار منطقه خارکیف گفته است که حمله روسیه به حداقل 3 ساختمان مسکونی، یک فروشگاه، یک اداره پست و سایر زیرساخت‌های محلی در این منطقه آسیب رساند. رهبران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره ایالات متحده روز 24 جولای برگزار خواهد شد. مایک جانسون رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا در بیانیه اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو در نشست مشترک کنگره صحبت خواهد کرد. مایک جانسون در شبکه ایکس نوشت بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی دیدگاه دولت اسرائیل را برای دفاع از دموکراسی، مبارزه با تروریسم و برقراری یک صلح عادلانه و پایدار در منطقه بیان خواهد کرد. رهبران مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه 11 خرداد ماه از بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در نشست مشترک کنگره دعوت کردند. دعوت از بنیامین نتانیاهو همزمان با ارائه طرح جدید اسرائیل برای آتش بس غزه توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. ارتش سودان اعلام کرد به حمله روز چهارشنبه نیروهای پشتیبانی سری به روستایی در جنوب شرقی این کشور که به کشته شدن بیش از 100 تن منجر شده پاسخی سخت خواهد داد. نیویورک تایمز به نقل از فعالان حامی دموکراسی سودان گزارش داد که در حمله روز چهارشنبه شبه نظامیان به روستایی در ایالت الجزیره در جنوب شرقی سودان دست کم 104 تن کشته شدند. یونیسف در بیانیه اعلام کرد که دست کم 35 کودک در این حمله کشته و 20 کودک زخمی شدند. بینندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها.
دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک سوکال میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلات‌سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه‌ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. رسانه های حقوق بشری ایران میگویند که میلاد جلیلی، خواننده معترض و سالار طاهر افشار، فعال مدنی اهل تبریز، برای اجرای حبس به زندان تبریز منتقل شدند. نزدیکان این زندانیان و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب اعلام کردند که آقای طاهر افشار روز چهارشنبه 16 خرداد ماه بعد از معرفی و انجام مراحل اداری برای اجرای حکم 6 ماه زندان راهی زندان تبریز شد. به گفته این منابع، آقای جلیلی، رپر ملقب به الشن، هم به دلیل اتمام وقت اداری در روز 16 خرداد ماه خود را روز پنجشنبه 17 خرداد ماه به اجرای احکام معرفی کرده است. این خواننده معترض پیش از این با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش گفته بود که به خاطر خواندن ترانه‌ای در حمایت از 13 زندانی سیاسی آذربایجانی که از آبان ماه سال گذشته در بازداشت هستند، 8 ماه زندانی خواهد شد. این دو شهروند تبریزی آذر ماه سال گذشته بعد از اجرای یک ترانه توسط میلاد جلیلی در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجانی بازداشت و بعد از 2 ماه به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان تبریز آزاد شدند. به یه دوی دادگاه انقلاب تبریز میلاد جلیلی و سالار طاهر افشار را به دلیل اجرا و معاونت در اجرای این ترانه به تبلیغ علیه نظام متهم و آنها را به حبس محکوم کرد.
6 روز بعد از خروج جنجالی علی پروین با آمبولانس از ورزشگاه آزادی در جریان جشن قهرمانی تیم پرسپولیس در لیگ برتر ایران، این شرکت آمبولانس خصوصی پلم شد. محمد اسماعیل توکلی رئیس سازمان اورژانس استان تهران ضمن تایید خبر پلمب شرکت مسبور گفت که این شرکت که اقدام به سوار کردن علی پروین و چند تن دیگر از پیشکسوتان فوتبال در ورزشگاه آزادی کرده بود تخلف کرده و به همین خاطر با هماهنگی های لازم پلمب و تمام آمبولانس های آن تا تعیین تکلیف به پارکینگ هدایت شدند. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.